بینندگان عزیز سلام بر شما. در فارسی میگیم تا سه نشه بازی نشه. چرا؟ اگه میدونید بگید. همین آمریکایی هم میگه، میگه سه شماره میشمارم مثلا ویدیو رو شروع کن، یا سه شماره میشمارم شروع کنیم دوئل، همدیگه رو شلیک کردن و اینها. چرا میگم تا سه نشه بازی نشه؟ امروز سومین برنامه از تلویزیون رنگارنگ پس از 12 سال، بنده دسامبر سال 2003 خداحافظی کردم با دوستان، و دسامبر سال 2015 پس از 12 سال باز هم با شما هستم و از این بابت بسیار خوشحالم. البته هر کاری به قول آمریکایی‌ها ادوانتیج داره و دیس ادوانتیج، یعنی خوبی‌های خودش رو داره و بدی‌های خودش رو داره. همین نفسی که ما می‌کشیم خوبی خودش رو داره که ما رو زنده نگه می‌داره، بدی خودش رو هم داره که ما رو پیر می‌کنه دیگه، با زنده نگه داشتنمون پیر میشه. دیروز در خدمتتون بودم، امروز حقیقتش می‌خواستم زنگ بزنم. آمریکایی‌ها میگن کال سیک، یعنی بگم مریضم. گفتم حالا اگه زنگ زدم گفتم مریضم، این دوستان میگن سربی در رفت، این بسته های قرص گلو درد رو گرفتم، با اجازتون نوش جان کنم تا بتونم صحبت کنم. و بعضی از اینا خیلی خوبه ولی بعضی هاشون خاصیت نداره. در صورت امروز دوستان پنج شنبه است، نه بابا چهارشنبه است، بله چهارشنبه است و 23 حتی جلو من نوشته این دوستمون 23 ماه دسامبر سال 2015. میدونید که 25 جمعه روز کریسمس هست در آمریکا، و من یادم رفت باید با آقای داور صحبت کنم، من روزهای جمعه ساعت 12 به وقت واشنگتن با دوستان از کانون آوا الان 4 سال برنامه دارم. اگه ایشون مایل باشه اون برنامه رو میتونه پخش کنه، اگه نه یکی از این برنامه های قدیمی، یا اگه نه یه برنامه فوق‌العاده بذاره در رابطه با ورود سربی به تلویزیون رنگارنگ. شما دوستانم اونایی که بنده رو دوست دارید زنگ بزنید حتما، بگید آقا خوش آمد. اونایی هم که از من متنفرید بگید آقا این چیه، بندازش بیرون. لازم نیست کسی رو بندازیم بیرون، بهش میگیم آقا من برنامه‌ام تلویزیونم با راه و روش شما جور نیست. من میگم خیلی ممنون که تا حالا به من این امکانو دادید و امیدوارم در آینده بتونیم با هم کار کنیم. لازم نیست داد بزنیم، لازم نیست فریاد بزنیم. به خدا این دوستان تو تلویزیون رنگارنگ برنامه‌های خیلی خوبی رو دارن. یا آقای دکتری هست گویا این بنده خدا در جبهه و اینام خدمت کرده. ببخشید این رنگ کراوات ما خواستیم یه مقداری با حال هوای هالیدی یا این تعطیلات جور باشه، ولی مثل که خیلی شلوغ پلوغه. ضمناً این پیرنایی هم که دکمه داره اینجاش، من نمیدونم این دیزاین کی بوده یا چه کسی این رو ارائه کرده، بدتر یقت رو چروک میکنه. شما چی؟ شما هم عاجزید از دست این؟ اگر هم دکمه شو نبندی، هر کی نگاه میکنه میگه با طرف دکمه پیرنش هم بلد نیست ببنده. چه باید کرد از دست شماها؟ ما آمدیم اینجا خودمون رو گذاشتیم زیر ذره بین و شماها در تاریکی هر چی دلتون میخواد به ما میگید، اب نداره. خب بذارید من ببینم که این برنامه ما ضبط میشه یا نه، چون اون روز من اشتباه کرده بودم و برنامه ضبط نشده بود و مجبور شدم من با تلفن دستیم برنامه رو ضبط میکنم، مجبور شدم از اون استفاده کنم. و اگه شما برنامه روز قبل رو میبینید که فقط عکس اون سربی با مردم هست، دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. من بله بذارید ببینیم، سربی هستم تلویزیون مردم، بفرمایید. Hello. Hello, this is Sorby live on air. Hi, I'm calling from Stanton and Wardsley, attorneys at law. How are you? Very good. Can you call me back later on? Because right now I have a live TV show. By taking this call, you're acknowledging receipt of your... به نظر میرسه که اینم از من دیوانه تره. بهش میگم که شما بعد از برنامه زنگ بزن، شروع میکنه میگه به وسیله رسیدن این برنامه به این تلفن شما چنین چنان. برو آقا بعد از برنامه زنگ بزن. مد خدمت شما عرض کنم توی این چی داشتیم میگفتیم، خدایا ببین میگه شیطان نخواست
که ما بندگی کنیم، یک دم نشد که بی سر خر زندگی کنیم. این شعر اصلش این نیست، یه شعر خیلی خوب و جانانه‌ایه. البته همینجا جا داره که به خدا بگیم آقا بهتر شما هم بیای شیطون پرست بشی، چون شما 124 هزار تا پیغمبر رو خودت حریف این شیطون نشدید. خب این قدرتش زیادتر از توه، خدایی رو ول کن یه مدت، بیا بشو بنده این شیطون، شاید شیطون بتونه دنیا رو درست کن. خب چی داشتم میگفتم، کجا بودم؟ قبلا من برنامه‌ای داشتم، آقای محمد حسیبی از تگزاس زنگ میزد تو برنامه شرکت میکرد، بعد برنامه خودش رو داشت. یه روزی گفت که من میخوام براتون یه چیز جالبی بگم، ولی الان یادم نمیاد چی بوده، کجا هست و در چه باره‌ایه. هر وقت که یادم آمد براتون میگم. اینم حالا ما اینجوری شدیم و واقعا پیش میاد، مغز آدم یه دفعه خشک میشه، زبونت هی میگیم سر زبونمه، نوک زبونمه، نمیتونم بگم. قبل از هر چیزی اجازه بدید که من از آقای داور عذرخواهی کنم و به قول اینها یه تصحیحی انجام بدم. عذرخواهی چرا؟ چون روز من یه پیامی رو پخش کردم از یه خانمی، این رو من برای آقای داور فرستاده بودم. آقای داور به من گفت این چیزای اینجوری رو برای من نفرست، اینا میخوان حرف خودشون رو از طریق شما به من بزنن و من برنامه دارم، بیان تو برنامه خودم. درست، تا اینجاشو درست گفت. به من هیچ وقت نگفت اینو در برنامه خودت پخش نکن. ولی خب درست میگه، میگه تو وقتی تو برنامه خودت هم پخش میکنی، از طریق برنامه تو به گوش من میرسه. ما یه مقداری باید بازتر صحبت کنیم، درستتر صحبت کنیم. بفرمایید دوست عزیز. جناب سروری، کیا از کالیفرنیا. کیا ازت ممنونم، یه دقیقه گوش کن من باید صحبت کنم، همین رو خط گوش کن. پیامتو گرفتم، کسی که به این قشنگی صحبت میکنه، اسمتو گذاشتی، فامیلتو گذاشتی، اسم همسرتو گذاشتی، فامیلشو گذاشتی، حالا چه راست چه دروغ برای من مهم نیست. خب عزیز دلم، شما اصلا میتونی برنامه گذار برنامه من باشی، روزی 5 دقیقه من بهت وقت میدم، ولی یه جوری شما برنامه رو ببین، حاصلش بعدن تماس بگیر، پیام بذار، من پیامت تو برنامه بعدی پخش میکنم. ممنونم، هپی هالیدی، بهترین ها رو برات آرزو میکنم. کیا ببین عزیز من، من نمیدونم تو چند سالته، ولی من و داور اگر آدمایی بودیم که به حرف شما، به مزاحمت شما از میدون به در میرفتیم، که رفته بودیم. شما آقای زهرایی رو یادت تو تلویزیون آمد، من 13 به در بودم اتفاقا، یه آقای زهرایی اومد، نه مجید زهرایی، نه برادرش، اینها یه زهرایی دیگه بود، با اونام فامیل نبود، برنامه گذاشت، خیلی هم سواد داشت، خیلی هم کتاب خونده بود، ولی تحمل شما رو نداشت، انقدر اذیتش کردن. یه روز جلو دوربین تلویزیون بلند شده بود، گویا دست گذاشته بود به فلان جاش، مثل آقای مایکل جکسون، اون رو حواله کسی که به هیز زنگ زده داده. دوست عزیز، ما اینا رو پشت سر گذاشتیم، ما امتحاناتمون رو دادیم، نشون دادیم که بابا میتونیم شما رو هندل کنیم، یعنی از پس شما بر بیان. آخه کجای دنیا یه جوان، یه پیرمرد، یه مرد، یه انسان میشینه هنوز برنامه چیزی نگفته زنگ میزنه این آقا دیروز پیام گذاشته من فلان فلان هستم، اسم و فامیل، اسم زنم هم فلان فلان. من فکر نمی کنم تو زن داشته باشی، دلیلش هم برات میگم، اگه زن داشتی آدم شده بودی، نه اونایی که زن ندارن آدم نیستن، ولی اگه زن داشتی الان اینقدر شعور داشتی که مزاحم کسی نشی. من بیش از این وقتم رو با تو تلف نمی کنم، ولی ازت ممنونم که برنامه های منو ببینی. واقعا خوشحال میشم یه روزی اگه تو این منطقه هستی بیای بشینی بغل دست من، برنامه بذاری، از من اشکال بگیری، ایراد بگیری، تا مردم تو رو دوست داشته باشن. چته؟ چی کم داری؟ چه ضعفی داری؟ چیه مثلا فکر میکنی این سوربی مثل میگم خیلی خوشتیپه، تو زشتی، بیا بشین بدون تصویر صدا تو پخش میکنی. این سوربی خیلی مغز داره، تو نداری؟ خب برو دنبال کسب مغز و آگاهی. چی بگم برات عزیزم که بتونم یه تکونی بهت داده باشم و از این حالت آخر سال آمریکایی‌ها، آخر سال تصمیم میگیرن برای سال آینده، میگن نیو ایر رزولوشن،
یعنی تصمیمی که برای سال آینده گرفتم. همشون هم معمولا فیل میشه، همه میخوان لاغر بشن. شما تصمیم بگیر برای سال آینده انسان باشی. این انسان بودن خیلی ساده است. حالا شما با وزیله زردشتی شدن میتونید انسان بشی، برو زردشتی باشو، امیدوارم انسانم بشی. میخوای بری مسیحی بشی انسان بشی، برو مسیحی باشو، امیدوارم انسانم بشی. در رابطه با زردشتی تلویزیون وایس آف امریکا صدای وقتی گفتم تلفن بزن، من این صدای زنگ رو هم ببندم فعلا تا یه چند دقیقه ما صحبت کنیم، 4 دقیقه دیگه بعدش تماس بگیرید در رابطه با چیزی که من میخوام شما بیا نظر بده. اگر هر کسی، حتی برادر خودم، حتی آقای مصطفی زاده زنگ زد و درباره اون موضوعی که من میگم صحبت نکرد، دیگه حتی نمیگم خدا حافظ، قطعش میکنم. اگه دیدید من قطعتون کردم، دلیلش اینه که شما بی احترامی کردی به بیننده های دیگه و در رابطه با موضوع امروز صحبت نکردی. یعنی ما اینجا مجلس عروسی داریم، شما با دوستات زنجیر برداشتید آوردید میخواد زنجیر بذارید و نوحه بخونید. البته این روزا این عروس، این زنجیر زدن های ایران فکر کنم به زودی تو عروسی هم ازشون استفاده میکنن، چون انقدر مثل رقص و آهنگ و اینها شده. دوستان این عینک آدم چرا انقدر کثیف میشه؟ والا دست به نه چشممون میمالیم نه چیزی، ولی هر یه ساعت یه بار باید تمیزش کنیم. من نمیدونم کی دست میماله روی عینک ما. و ضمناً راجع به چشم هست، دوستانی که مخصوصاً با کامپیوتر کار میکنن یادتون باشه از این قطره‌های اینجا داشتم، حالا بردمش اون اتاق اونوری چون داشتم با اون کامپیوتر کار میکردم، از این قطره‌هایی که مرطوب میکنه چشمو، یه سریش هست مرطوب میکنه، یه سریش هست لوبریکیت. لوبریکیت یعنی مثل یه حالت روغنکاری میکنه. بستگی به چشمتون، با نظر دکتر چشمتون، از اینا هر 2 ساعتی 3 ساعتی یه بار استفاده کنید، چون کامپیوتر باعث میشه که شما پلک نزنید و چشماتون خشک میشه. خشک شدن چشم خیلی امراض زیادی رو با خودش همراه میکنه. خب اجازه بدید که برگردیم. گفتیم تا سه نشه بازی نشه، سومین برنامه از تلویزیون رنگارنگ سوربی هستم، با شما هستم، ممنونم. حالا اینجا جا داره از بیننده های تلویزیون رنگارنگ صحبت کنم. اول از همه میرم سراغ اون دوستی که این روزا جرئت نمی‌کنه به یکی بگه خواهر عزیزم. تا گفتی خواهر عزیزم میگه آقا این پدر سوخته حزب اللهیه. من خواهر نداشتم تو زندگی، همیشه مادرم دلش میخواسته که یه دختر داشته باشه و با وجودی که 5 تا پسر گیرش آمده بود، یکیش فوت شد و یکیشم کشته شد و ما 3 تا موندیم، من و مادرمون همیشه حسرت به اصطلاح یه دختر در فامیل رو داشتیم. به خاطر همین هست که با اونایی که زنهایی که خیلی بهشون ارادت دارم بهشون میگم خواهر گلم، خواهر عزیزم، خواهر گرامی. شما الان منو ببخش. ضمناً گیرم که این یکی حزب اللهی باشه، راحت باشه به شما بگه خواهرم. ولش کنید، بذارید راحت باشه، شما با خوبی هاتون اون رو عوض کنید. اگه اشتباه نکنم، چون من در حین کار کردن برنامه رو گوش میدم، یه خانمی تماس گرفت با و باور کنید من از نیمه صحبتای شما به اصطلاح تماس گرفت گوش دادم، تماس گرفته بود صحبت کرده بود. بعد هر چی آقای داور هی میگه بابا این سوربی، حالا یا میگه بچه خوبیه یا میگه پسر خوبیه، هی اون اصرار داشت که نه این یه دسیسه در کاره. خب آخه خواهر گلم چه دسیسه ای؟ بنده 3 شنبه هفته گذشته رفتم توی وینا، منطقه تایسن کورنر بودم، تو دوستم رو دیدم، یکی آقای محمود صحرایان بوده، گفت بریم چای بخوریم اینا، گفتم همین الان صبحونه رو خوردم. یکی آقای داور بوده، ایشون گفت آقا حالا دیگه من و تو مچور شدیم بیا برنامه بذار. کی کجا منو فرستاده اونجا که اون لحظه با داور صحبت کنم که اون بگه اینجوری؟ اگه اینجوری باشه که داورم جزو این دسیسه است. به این دسیسه ها و اینجا میگن کانسپیرسی. ما فیلم های خیلی قشنگی هم در این باره ساختم. به اینا خیلی زندگیتون رو گیر ندید. ضمن این که ما از یه منطقه هستیم که این دسیسه ها همیشه در زندگیمون بوده، در سرنوشت مملکتمون اثر گذاشته. خلاصه این دوستمون
نمیدونم خداییش میگم. من یه دفعه تو برنامه های سال 2002 یه خانمی زنگ زد فریاد زد چرا آقا این آقای غلام حسین مصباح را آوردی فلان. گفتم خب خانم باید اینا رو بیاریم یه چیزی یاد بگیریم. گفت من امروز چیزی یاد نگرفتم. گفتم شما اشتباه میکنی، من مطمئنم شما یاد گرفتی. گفت نه آقا، شما از کجا میدونی که من یاد گرفتم؟ من دارم میگم من یاد نگرفتم. گفتم خانم من دبیر بودم، میفهمم کی یاد میگیره کی یاد نمیگیره، چی یاد میگیره چی یاد نگرفته. گفت خب بگو ببینم من امروز چی یاد گرفتم. گفتم شما یاد گرفتی که دیگه این آقای غلام حسین مصباح رو اگه تو کانال یک دیدی، اگه تو وایس آف امریکا دیدی، اگه تو برنامه سوربی با مردم دیدی، گوش ندی چون چیزی ازش یاد نمیگیری. خب خود این بزرگترین یادگیری بوده در زندگی که وقتت رو تلف نکنی. این خواهر گل ما که دیروز صحبت میکرد، اگه اشتباه نکنم از دانمارک، بهشون سلام میکنم، این اوقات تعطیلات و هالیدی رو بهشون تبریک میگم. میگفت که من اوائل ناراحت بودم که بچه هام فارسی یاد نگرفتن. هممون این حالت رو داریم. الان خوشحالم که چرا فارسی یاد نگرفتن، برای که من این تلویزیون ها رو که گوش میدم میبینم چقدر مزخرف میگم. جالب همینه که خود همین خانم به دیگران میگفت این تلویزیونی رو که ما برنامه داریم و شما مورد علاقتون نیست گوش ندید. هلو، خب خواهر گلم، به قول شیرازی ها خواهر گلم، چرا خودت این کارو نمی کنی؟ چرا خودتون، وقتی به یکی میگیم خودت یعنی انقدر من شما رو دوست دارم صمیمی شدی، شدی مثل فامیلم، چرا خودتون این کارو نمی کنید؟ چرا خودتون تلویزیونایی رو که اذیتتون میکنه، آزارتون میده، ریچال میگن، جفنگ میگن، اونا رو پاک نمیکنید؟ میدونم میگی من میخوام اونا رو گوش بدم، یا ادب از که آموختی، از بی ادبان باشه، یا این که ببینم اونا چی میگن. و این فکر خوبیه، حتی در جنگ این طرف میره ببینه دشمن چی میگه اون طرف، این فکر خوبیه. ولی اگه یه چیزی اینقدر آزارتون میده، چون شما از صحبت کردن تا من دیدم خیلی عصبی هستی. حالا سوال امروز من بر اساس صحبت‌های شما بود که آیا دوستان تاپیک یا موضوع برنامه اینه، و این توی آمریکا رسمه. والا بلا من اون وقتا وقتی که روی جاده بودم و توی 8 تا 9 ساعت 14 ساعت رانندگی می‌کردم در روز، این رادیوها رو میچرخوندیم همینجور، صبح اخبار رو گوش میدادیم، بعد خستمون میشدیم میدیم هر دو ساعت یه بار میگه میرفتیم کانال دیگه. یه رادیویی بود دو تا گوینده آمدن گفت که من دیروز کاغذ توالت تمام شده بود و گیر افتادم، مجبور شدم مثلا یه چیزای اینجوری مزخرف. بعد گفت حالا دستور دادم یک تراک این پیکاپ تراک ها وانت دستمال توالت آوردن خونش. بعد از بیننده هاش میپرسید امروز که مثلا 23 دسامبر شما به من بگید این دستمال ها که تو خونه مثلا من هستم و این هست و این هست تا چه روزی دوام میاره، و هر کی درست گفت بهش جایزه میدم. دوستان برنامه تلویزیونی این نیست که شما در یک ساعت بشینی نمیدونم درباره بمب اتم صحبت کنی، درباره آزادی کشورها صحبت کنی. گاهی وقتا باید یک کمی ریلکس باشید، یک کمی خودتون رو چی میگن تنوع به خودتون بدین. این کلمه واریته، اینا میگن واریته، این چیزی که آمد توی فارسی این بود که آقا اخبار رو که میگن سوریه اینجور شده، نیجریه 600 نفر رو کشتن، توی کانادا توی کالیفرنیا 14 نفر رو این دیوانه احمق زن و مرد مسلمان کشتن، بعدش یه موزیکی بذاره که شما بابا مغزت منفجر نشه. همه این توضیح ها رو دادم که تشکر کنم از این خانمی که منی که امروز گلوم درد میکنه و مریض هستم، حالا چون دیگه میخوام شما صحبت کنید یه دونه از این لبنوات های گلو درد رو میندازم توی گلوم. به سلامتی شما، از این به بعد شما صحبت دو دقیقه لطف کنید صحبت کنید و درباره این موضوع دوستان آیا به نظر شما، والا کاری هم به تلویزیون برنامه داور ندارم چون تلویزیون های آمریکایی هم هستن،
که اینجوری هستن. بعضیا گویندش فریاد میزنه، بعضیا گویندش. این آقای هاوارد استرن میلیون ها دلار پول گیرش اومد. میدونی چرا؟ آمد تو رادیو یه چیزایی رو گفت که دیگران جرئت نمیکردن بگن. یه کارایی رو کرد که دیگران جرئت نمیکردن بگن. چی شد؟ یه سری اعتراض کردم، یه سری گفتن نه آقا ما اینو میخوایم. به این نتیجه رسیدن که چون قانون FCC آمریکا اجازه نمیده این در رادیو تلویزیون هایی باشه که بهش میگن پابلیک، عمومی، رفتن توی ساتلایت و 55 میلیون دلار طرفدارانش به این دادن که این بتونه اونجا صحبت کنه. من و شما چه کار میکنیم؟ آیا اون کسی رو که اینو گذاشتم اینجای لپم بی‌حس شده بیاد وسطم که اینجوری میشه؟ دیدید وقتی یه چیزی میذارید این فکر کنن این قرصا یه کمی یه دوایی داره که یه کمی آدم رو بی‌حس میکنه. 55 میلیون دادن به این که بره حرف بزنه و اونا هم بتونن تو برنامهش حرف بزنن. من و شما چه کار میکنیم برای اونی که دوست داریم، برای اونی که فکر میکنیم لیدره، برای اونی که فکر میکنیم داداش رهبره، برای اونی که فکر میکنیم فرمانده کل قواست؟ میایم حمایتش کنیم؟ میایم کمکش کنیم؟ گفتم تو گلوم درد میکنه و میخواستم تماس بگیرم بگم نمیتونم برنامه بذارم، ولی گفتم که بیام دیگه، به شما قول دادیم با شما باشیم. من این تلفن رو باز میکنم، امیدوارم که شما در این رابطه صحبت کنید. هنوز نگفتم نظر شما چیه. آیا توی تلویزیون باید راحت باشی هر چی دلت میخواد بگی، فحش بدی، بد و بیرا بگی، اگه یه کسی از یه جای ناراحته بگه فریاد بزنی؟ من میگم این آقای دکتره خیلی قشنگ صحبت میکنه، اطلاعات زیادی داره، ولی چه کار میکنه؟ داد میزنه. وقتی داد میزنه من نمیتونم تحمل کنم. من 5 دقیقه که گوش میدم ول میکنم میرم. ای کاش ایشون یه روز یه برنامه بذاره داد نزنه من بتونم گوش بدم. صد بار شما زنگ بزنی من 100 بار قطعت میکنم. بفرمایی. سلام. همین جالب اینه که اینایی که مزاحم میشن حتی اگه شما تلفن رو باز بذاری که حرف بزنن خودش هول میشه قطع میکنه، یعنی یکم با ما کمک میکنه. حالا اینجا جای شماها خالیه که بیان صحبت کنید، نظراتتون رو بگید. بفرمایید. سلام سهرابی. من سهرابی هستم عزیزم، سهرابی نیست. شما کی هستید؟ از کجا تماس میگیری؟ از شیراز، از شهری شما هستید. ای بابا، به 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 به، خوشا شیراز و وضع بیمثال است. خداوند نگهدار از زوالش. بگو ببینیم کاکو اوضاع و احوال. آیه طوری ما از شهرک صدرا تماس میگیرم. شهرک چی؟ صدرا. صدرا. من سالهاست شیراز نبودم و واقعا اگر یه وقت بیام گم میشم، نمیدونم کجا به کجاست. خب بگو ببینیم. ممنونم از شما. خواهش میکنم، خیلی لطف کردی و از قول من همه شیرازی ها رو سلام برسون. ده ما بعد موقع فالوده شیرازی ها میکنی جای شما خواهدیم. اخ اخ اخ، تو رو خدا نگو که کبابم کردی. خداحافظ. این پالوده شیرازی، ما که یکم قدیمی تری میگفتیم پالده، اصلش فالوده است. نه شاید هم پالوده درسته، چون پالایش از چیز میمده. فکر کنم عربا چون په ندارن، درست میگم؟ دیدید که به پپسی میگن بپسی، اینو کردن فالوده. یا مثلا استان پارس چون اونا په نداشتن شده استان فارس. حالا این فالوده هم شاید اصلش پالوده باشه. در اصل ممنونم کاکو که زنگ زدی و خوشحالم که ما رو در شیراز هم میبینید. من دیروز با یه دوستی صحبت میکردم، گفتم من حقیقتا این دومین برنامه رو که گذاشتم فهمیدم که آقا من کشش ندارم. بابا ما جوان 40 سال پیش نیستیم، اون انسان 12 سال پیش نیستیم. نیروی آدم کم میشه و بر اثر تمرین نکردن، اون ماجرای
بهرام گور و کنیزک یادتون باشه بر اثر تمرین نکردن این گاوه بزرگ میشه و شما ضعیف میشی، دیگه نمیتونی اون گاو رو یا که گوساله رو ببری بالا. بفرمایید ببینیم، امیدوارم شما گوساله نباشی. منقل وافت دیدی گفتم خوشتون میاد دوستان. شما کم پیدا میکنی که مجری بتونه اینجوری ردیف کنه، یعنی گوساله رو بتونه قشنگ با اون چیزی که قبلا گفته بفهمه این گوساله است. از اون دوست شیرازی که هنوز هم نشون میده که باز هم این دوستانی که اصل و نسبشون رو فراموش نکردن، مهم نیست شیرازی باشی، مهم نیست بشه کنجون باشی، کوهنجان من میرفتم درس میدادم، سروستان اونجا دوستای زیادی داشتم، خیلی هاشون هم توی کانون خبرنگاران عکاس کار میکردن توی خیابون داریوش. مهم اینه که شما انسانیتت رو نشون میدی. من که شما رو نمیشناسم، با یه تلفن این دوست ما انسانیتش رو نشون داد، میگه من به شما خوش آمد میگم، بعد میگه من مزاحم وقتت نمیشم، به دیگران احترام میذاره، دیگرانی که بی حال نشستن میگن حالا بابا صبر کن ببینیم این چی میگه، بعدم تماس میگیری. خانم آقا، شما دوست داری که در برنامه ها به صورت آزاد همه چی گفته بشه، یا دوست داری که گوینده یک حالت ادب و رعایت نزاکت و اینا که همینا ما رو بدبخت کرده، چون میشه تعارف، چون میشه دروغ، اون چیزی که تو مغزشه قایم میکنه در یه بسته آلومینیومی تحویل شما میده که شما خوشت بیاد. هستی یا نیستی؟ بفرمایید. منقل دار هنوز گوساله است. میگم گوساله هستی یا نیستی حرف میزنه. بفرمایید. خب دوستان عزیز، اجازه بدید تا من همینجوری که با شما به اصطلاح صحبت میکنم چیزایی رو که براتون گذاشتم بخونم. بهتون گفتم ممکنه برنامه من یه مقداری کیفیتش الان کم شده باشه و هم کمیتش، به دلیل اینکه پشت سر هم هر روز برنامه داشتن و وقت پیدا نکردن برای اینکه شما بری مطالعه کنی. بابا من شغلی داشتم که چرا دبیر هنرستان میگفتن 24 ساعت درس بده، چند سال که تجربه پیدا میکردی میگفتن 20 ساعت، 22، 18، آخرش به 16 ساعت در هفته میرسید، که باقیش شما بری تحقیق کنی، باقیش بری یاد بگیری. و الا میشدیم اون معلمایی که تنها چیزی که یاد گرفته بود این بود که بچه رو بزنه. بفرمایید. سوربی هستم. الو جانم. ممنون. خواهی میکنم در مورد موضوعی که فرمایش کردین صدا من میاد؟ بله عزیزم صدا میاد، خیلی قشنگ. من خواستم اشاره کنم این موضوع که جالب که شما اشاره کردین، هم این خانمی که در مورد اون موضوع صحبت کرد دقیقا هم اول صحبتاش گفت که هر کسی که دوست داره میتونه به اصطلاح نظر دیگرون رو نگاه کنه، هیچ اجباری هم نیست، مجبور نیستیم نگاه نکنیم. بعد بلافاصله خودش میاد انتقاد میکنه، اونم با خیلی چی میگن سرسوبه حجیب و غریبی انتقاد میکنه. خب به قول خودت چرا نگاه کردی تو؟ من گفتم چرا نگاه کرد، من گفتم چرا نگاه کرد، شاید به این دلیله که میخواد با حالا بزنم. نظر شما چیه؟ نظر شما اینه که مثلا هر چی تو مغزشه مجری تلویزیون آزاد باشه بگه، یا اینکه یه چارچوبی رو رعایت کنه؟ حالا اگه میخوایم بگیم که زن و بچه‌های مردم اونجا هستن، این خانم خیلی قشنگ اینو گفت راجع به زن و بچه‌های مردم، گفت دقیقاً آقا درست گفتی، زن و بچه‌های مردمن، زن و بچه‌های تو نیستن، به اون حاج آقایی که باشون تماس گرفته بود. ببینید وقتی چیزای قشنگ رو جا نظر شما یکم صدات داره چیز میشه، یکم صدات داره کشیده میشه. ایشون اونو ولش کن. ببین دوست عزیز اونو ولش کن، نظر شما چیه؟ تلویزیون و رادیو چون نظر من اینکه نه خیر، چون که حتی اگه یه موضوعی هم شما انتخاب کنین وقت به کافی نیست که در مورد اون کامل بحث کنیم. شما میبینید خیلی برنامه یه موضوع انتخاب میکنن
دو ساعت میشینن آخر سر وقت کم میاد در مورد اون موضوع. وای وای این که بشینیم اون دیگه میشه حالت چی میگن اوتایی میکنم خرده از چمن یه چیزی میگه میشه مثل محفلایی که میشینیم صحبت. بله ممنونم از دوست عزیز. آخر سر هم اجازه بدیم من نتیجه کنم. بگو عزیز. آخر سر هم نتیجه نمیشه از اون بحث گرفت. بعد من یه چیزی هم بگم یه خانوم نه دیگه اونو برش کن. من ازت خواهش میکنم من قطعت کردم. ببین ما نمیخوایم حمله کنیم به دوستانم. من که ایشونو نمیشناسم ولی باور میکنم که ایشون یه آدمیه که ایرانیه، دلش برای ایران میسوزه، دلش برای بچه هاش میسوزه که چرا الان بچه ها تو ایران نباشن، با فامیلشون نباشن، با پدر و مادر و مادر بزرگ و اینها نباشن. ببینید خیلی قشنگ اگه شما نظرت رو بگی 10 نفر دیگه هم نظرشون رو مثل شما بگن اون دوستمون خود به خود متوجه میشه. ولی اگه من حمله کنم، شما حمله کنی، اون حمله کنه، هیچ چاره ایشون نداره که جز که مشتشو بیاره بالا، سپرشو بیاره بالا، نمیدونم اگر چاقو داره بره چاقوشو تبدیل کنه به سرنیزه و اونم در مقابل ما از حالت دفاع هم ول کنه بیاد حمله کنه. حمله نکنیم به هم، به خودمون احترام بذاریم، نظر خودمون رو بیایم بگیم و بگیم. نظرت رو بگو ببینم شما چی میگی. نظر من ببین من بهت فرصت میدم خودت خرابش میکنی. خب روانش شاد شاهنشاه چه زیبا بیان کردن. امروز یه فیلمی از محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران روی اینترنت آمده که آقای شاه، میدونید که این بیچاره شاه به چند تا دلیل، یکی این که آدم ترسوی بود، باباش این رو خیلی ترسو بار آورده بود. وقتی خیلی به بچه‌تون شما هی بگید که من مادرتم من قوی هستم، بچه همیشه ترسو بار میاد. نمونهش آقای شاه. آقای شاه اینجا میگن پروداکس فکر کنم، نه پارادوکس پروداکس یا چند شخصیتی شده بود در طی زمان. دیده بود یه مسئولیت بزرگی رو بهش دادن، دوست داشت شاه باشه، از اون ور میخواست هنرپیشه و کارگردان باشه، از اون ور میدونست که نمیتونه شاه باشه، قدرتشو نداره. این بیچاره مونده بود، واقعا گیج شده بود. شما راننده خوبی هست، ماشین چیز سوار میشید، رانندگی میکنید اتوماتیک، بعد من یه دم میگم عجب راننده هستی، خب بیا این کلیدو بگیر، این مثلا کامیون 18 چرخ و برد و برو. شما اگر آدم خوبی باشید میگید که ببین من راننده خوبی هستم با این ماشین کوچولوه، ولی اینو نه هیچ وقت رانندگی نکردم، یا بیا بهم یاد بده یا اصلا من نمیتونم، کننده این کار نیستم. آقای شاه یه سری ویدیوهایی داره که حرفایی که میزنه زد و نویزه. مثلا یه جایی به مردم پیشنهاد میکنه، بله چرا میخوان برین خارج پولدار بشید، همینجا کار کنید، سخت کوش باشید، مملکتون رو آباد کنید، مالیات پولتون رو بدید و بیان صحبت کنید. بفرمایید. بله آقای سوربی، در مورد این سوالتون که آیا باید انسان مؤدبانه صحبت بکنه و یا باید به اصطلاح مثلا پرخاش بکنه، میخواستم بگم که ما به اصطلاح 4 میلیارد مسلمان داریم که از اول به سبب به این وجود آمدن اسلام این قرآن رو به اونها به اصطلاح آموختن که نه 4 میلیارد نداریم، 1.8 نزدیک به 2 میلیارد. ببخشید بس مخاطب راست میگید. خلاصه اینا من میخوام الان یه آیه ای از قرآن بخونم. نه آیه نخون شما به من بگو معنیش میکنم. خب اینا قرآن میگه که عذیتم نکن، من میگم آیه نخون زرنگی میکنی میگی معنیشو میخونم، اونم ولش کن. شما به من بگو قرآنو میدونیم، مسلمان ها رو میدونیم. آقا این آقایون آخوندا به نام خدا آخوندارم ولش کن، آقا آخوندارم ولش کن، سالها شده در این سالها فحاشی کردن و با این فحاشی که به اصطلاح اینا به قول خودشون اینا ما از طرف خدا صحبت بکنیم، این فحاشیشون هم به نام خدا بوده. مثل که میگه کورین کرین کل کورین کرین یا گفته نمیدونم ما پرده به گوشتون گذاشتیم. در هر صورت الو در هر صورت اینا میخواستم بگم که اگر بخواد یک انقلابی رخ بده
این به اصطلاح همینجوری با آرامش نمیشه، باید خلاصه انسان درد دلش و اون چی که هست واقعا بروز بکنه. بسیار ممنون. مردم بدونن که این یه چیز واقعی است، نه یه سخنرانی مثلا فلسفی ساده. بسیار ممنونم، نظر شما رو شنیدم. بله مرسی. انقلابه، میخواد مردم رو بسیج بکنه، به طرف روشن بکنه، به اصطلاح به طرف یک انقلاب و مردم رو رارو بکنه با یک حکومت ضد انقلاب، یعنی حکومت خمینی. و این نیاز داره که مردم چی حرارتی باشن، با حرارت صحبت کنه. پس گوینده هم باید چیکار کنه؟ همون حرارت رو در موقع سخنرانیش داشته باشه. خیلی ممنون آقای استوری، من طول بدم. من از شما ممنونم، مرسی عزیزم، خدا نگهدار. امیدوارم همیشه جزو اونایی باشی که برنامه های ما رو تماس میگیری، نظر میدی و نظر شما برای ما خیلی مهمه. خیلی قشنگ توضیح دادی، درست میگی. به همین خاطر هست که وقتی شما رو میبرن تو ارتش، نمیان بهت یاد بدن که ای دشمن عزیزم فردا برات غیر میریزم. بنده تو هوابرد بودم، نیروی مخصوص، میدونی که هر کسی رو هوابرد را نمیدم. وقتی می بردن ما رو تمرین کنیم صبح که آماده بشیم که از اون برج بپریم و اینا، که از برج پریدن خیلی مشکل تر از هواپیما پریدنه، شعارهایی که می دادیم این بود: رفتم جبهه دیدم دشمن، خنجر کشیدم سینهش دریدم، گفتم دشمن، گفتم ترسو. این رو من می فهمم، ولی ما تو هوا برد شیراز نیومدیم فوش بدیم، گفتیم فلان فلان دشمن، فلان فلان دشمن، خوار مادرت فلانی، اینو نگفتیم. بعد اونایی که موفق شدن ما دیدیم، آقای نلسون ماندلا، آقای گاندی، آقای مارتین لوتر کینگ، اینها دیدن آقا به چند دلیل نمیتونن خشونت، حالا یا فحاشی یا حقیقت گویی، هر چی دلت میخواد بگو، به جایی نمیرسن. دیدن با مبارزه ساده، با مبارزه نه خاموش نه ها، همین که شما بیاین تو خیابون ترافیک رو ببندید. اتفاقا دیروز شدیدم راننده های اتوبوس واحد گویا 4 روز حقوقشون دیر شده، یا من اشتباه شنیدم، شاید هم 4 ماه آمده بودن اعتصاب میکردن، داورم گفت خاک تو سرشون، خلایق هرچه لایق بود دادن. من اگه باشم میگم آفرین که اعتصاب کردین، چقدر خوب بود که این اتوبوساتون رو با برنامه وقتی میخواستید اعتصاب کنید میومدید. بنده خودم اتوبوس روندم میدونم، اتوبوس رو اینجوری عمود به خیابون پارک میکردی، اون دوستم از اون ور تو تلفن دستی میگفتی، اونم پارک میکرد، ترافیک رو به اصطلاح چیکار میکردید؟ منحل نه، معطل نه، چی میگن؟ یه چیز دیگه، یعنی میریختید به هم. شما اینجا، من بانک جهانی وقتی میرم فیلم برداری میکنم، میبینم 30 تا 100 تا بچه جوان میان، اینا صبح شب از شب اومدن توی کمپ خوابیدن توی چادرهای که میزنن اونجا، بعد صبح که میان وسط خیابون میشینن. اگر یه نفر احمق باشه با ماشینش بزنه به اولی، خودش میدونه که اون باقیه تیکه تیکش میکنن، پس هیچ کس جرئت نمیکنه به اینا حمله کنه. بله پلیس میاد با یه اسبایی، والا من نمیدونم اینا اسبن یا قول بیشاخودمن، اسبنا، اون بالا نشسته میاد به طرف اینها، آدم وحشت میکنه، یکم جابجا میکنه، میگیرتشون، از این اسپرای فلفل بهشون میزنه، دستبند بهشون میزنه، میکشتشون رو زمین، میبردشون. ولی اونا کار خودشون انجام دادن. اونا اگر 600 هزار نفر قراره برن تو واشنگتن کار کنن، امروز 600 هزار دو ساعت ضرر زدن به دولت. دولت که نمیتونه حقوق اینا رو نده، به دولت میگن تو نتونستی امنیت رو چیز کنی. اینجوری من با شما هستم، ولی این که من الان بیام توی تلویزیون بگم آی فلانم به فلان خار مادر خامنه ای، شما خوشحال،
چه اتفاقی افتاده. خامنه ای یا داره گوش میده خوشحال میشه که از این که فلان فلانی به خوار مادرش رفته، یا خامنه ای گوش نمیده. اگه گوش میده خوشحال میشه که فلان شده، که خب خوشحال شده، ما اون رو خوشحال کردیم. اگه گوش میده از اون ور خوشحال میشه، میگه اینا دیگه کی هن؟ ما داریم میکشیم و تجاوز میکنیم و میزنیم و میبریم، اینا نشستن از آمریکا و از دانمارک و از هلند به من فوش میدن. خب بدید. و اگر با فوش پیروز میشدن، خمینی نشسته بود تو عراق فوش میداد، فوش نداد. نشست نگاه کرد ببینه این سد عظیمی که شاه درست کرده بود کجاش سوراخه، کجاش آب میده. به قول شیرازی ها کجاش یه نم توسکی، نم توسک یعنی یه نم خیلی کوچیکی. آمد اونجا با چنگ و کبریت و نمیدونم ناخون اونجا رو هی بازش کرد. و میدونید که قدرت آب اینقدره که سنگ به اون سنگی رو وقتی بر اثر تکرار بارون، دونه های بارون روی این سنگ میاد، اون سنگ رو سوراخ میکنه. بفرمایید. ببین خودش هول میشه، نمیتونه حرف بزنه. شکارش میکنم، یه بار قطعش میکنم، یه بار میزنم میذارم حرف بزنه. این بدبخت گوسپیچ شده، نمیدونه حالا میتونه حرف بزنه یا من قطعش میکنم. یادم میاد اون وقتا که من داداشام آمریکا بودن و ما ایران بودیم، ما وقتی میخواستیم تماس بگیریم با آمریکا، باید از تو خونه که نمیشد که، باید میرفتی تلفن خونه میگفتی برات میگرفتن. بعدم جدید شد، گفتن آقا تو خیابون مثلا 20 تا گذاشته بود، خیابون هدایت بود، باغشا بود، کجا بود، میرفتیم یه انقدر یه تومانی میگرفتیم میمدیم وای میسادیم تو سر. نوبتمون که میشد میرفتیم هی میگرفتیم، شماره تلفنام اینجوری نبود، هی میگرفتیم. از بس میگرفتیم بوق اشغال میزد، وقتی هم که وصل میشد خودمون هول میشدیم قرتش میکردیم، فکر میکردیم نگرفته، دوباره میخواستیم بگیریم. دوست نازنین من اصلا نمیدونم شما مشکل چیه. شما بگو با من دشمنی، بگو برای چی، بگو با من مخالفی. نه سب کن من حرف بزنم، سب کن من حرف بزنم. ببین قرار نشد تلفنی که جواب میدی شاید طرف داشته باشه آب گرم و آب لیمو و عسل بخوره، ولی گوشی رو برداشته باشه. شما اگر آدم باشی صبر میکنی تا اون طرف حرفش کارش تموم بشه به شما بگید بفرمایی. درسته در رو باز کردم، دیدم تو پشت دری، اگه بهت گفتم بفرمایید بیای تو، اگه نه ممکنه بگم بله بفرمایید چه کاری از من برمیاد، ولی همجور دستم به در هنوز راد ندادم. شما هنوز نشون ندادی کفش تمیزه، گلی نیست، کفش تو گوه سگ نزدی بیای داخل خونه ما کثیف کنی بوگندت هم بمونه. نشون بده کفش تمیزه، کلت از گوه سگ پاکه، بیا داخل قشنگ صحبت کن. بهترینش بهت پیشنهاد کردم، گوش نمیدی. 44 دقیقه قبل بهت گفتم کسی که به اون قشنگی پیام میذاره، ببینم پیامتو میتونم پیدا کنم تا اونجایی که اسم علکی میگی و اینها، ما اسم مردم رو علکی پخش نکنیم. ببینیم تودی کجا هستیم کجا نیستیم، نمیدونم ما. آها گوگل وایس از این شماره که نه دیگه الان زنگ نزن، میخوام پیامتو پخش کنم. قطعت میکنم فعلا، بریم سراغ پیامت. بله بفرمایید. جناب سوید بزر، شما کیا فرخپور هستم؟ قرار شد اسمتو نگم ولی خوب نداره. برای من کیا فرخپور نباش، باش، چه فرقی میکنه؟ انسان باشی میتونی بیای تو. اسم خانمش هم گفته، بعد گفته من حالا بعدا تماس میگیرم. نه تو گوش ندادی من به چی گفتم. گفتم نظرت رو تو پیام بگو، فردا اصلا لازم نیست بگی کیا فرخ پوره. بدبخت، حالا خدا میدونی اسم کی هست. شما فردا که آمدی اسم کیا دوست داری؟ اسم تو هم مثل من حسن علی، حالا دوست داری کیا باشه؟ منم اصغر بودم گذاشتم پارسا. این آزادیه، میتونی داشته باشی. بگو من کیا هستم. سوربی جان، پارسا جان، اصغر آقو،
درباره اینکه تلویزیونا بهتره فوش بدن احساسات حقیقیشون رو بیان کنن، من موافقم که این کار انجام بشه، یا نه من موافق نیستم. حالا من نظر خودم رو در دقیقه 45 یا 46 براتون میگم. بنده جز اونایی بودم که هر چی به مغزم به زبونم میومد میگفتم. کسی فوش میداد، اگه یه فوش میداد من یک ساعت فوشش میدادم. دوست نازنینی که قرآن خوب بلدی ها، دیدم تو شنیدم تو برنامه‌های داورم قرآن رو میخونی، با وجودی که میخوای قرآن رو نفی کنی، یکی از افتخارت اینه که قرآن رو بلدی. و ای کاش همه ما بلد بودیم، ای کاش رفته بودیم خونده بودیم، ای کاش شاه ترسو پول داده بود رساله خمینی رو چاپ کرده بودن، بعد به جای اینکه آقای پروفسور مسعود انصاری رو با خودش ببره نمیدونم مکه، به جای اینکه مادر فرح رو ببره مکه، به جای اینکه دیگران رو با خودش ببره مکه، اینا رو گذاشته بود تو تلویزیون به من و شما درس میدادن. بهت میگو آقا این آقای آیت الله فلانی گفته توالت که میری یه انقدرم انگوش بنداز تو فلانت بکش بیرون که تمیز بشی. ترسو بود، هم خودش رو خراب کرد هم خانوادش رو در بدر کرد. شما فکر نکنید که این آسونه که یه نفری که اینقدر وقت شاه بوده یه دفعه در بدر بشه، هیچ کس راش نده. بفرمایید. درود بر شما جناب صوبی. کارا چیه خوب؟ آها، داری کم کم آدم میشی. کارا چیه؟ شما از من سوال نمی کنی، هنوز یاد نگرفتی، ولی خوشم میاد. هم شاگرد پر روی هستی هم مقاومت داری، یاد میگیری. باور کن من و تو میتونیم دوستای خوبی باشیم که بشینیم برنامه که میذاریم مردم هم از خنده روده بر بشن، هم بعدش فکر کنن که آقا این دوتا خوب درست میگن راست میگن. یه کمی در مورد صحبت های من فکر کن، کار درست میشه. این کارا چیه که من میکنی؟ من الان اینجا قدرت دستان این کارا رو میکنم. قرار نیست شما از من سوال کنی، من از شما سوال میکنم، شما نظرت رو میگی، بعد توی برنامه میایم میگیم امروز نوبت شماست، امروز شما از من سوال کنید. اون وقت اولش هم بهتون میگم همون جوری که من که سوال میکنم شما حق داری زنگ بزنی نظرت رو بگی، من هم حق دارم بگم امروز در این مورد نمیخوام صحبت کنم. وقتی میگم امروز در این مورد نمیخوام صحبت کنم، یعنی این سوال شما یا بی ربطه یا ربطی به من نداره یا دوست ندارم جوابشو بدم. تو آمریکا میگن هر کسی به هر جرمی متهم شد و دستگیر شد و در دادگاه حین محاکمه حق داره ساکت باشه و چیزی نگه که اون گفتش باعث بشه که به دردسر بیفته. حالا کیا این حق رو میگیرن از من و شما؟ احمقای دیکتاتور. شاه ساواک رو میاره، خمینی ساواما همون ساواکی ها رو استخدام میکنه، آقای جورج بوش یه سری افراد رو در کشورهای دیگه استخدام میکنه. چه کار کنن؟ چیزی رو که شما نمیخوای جواب بدی به زور از حلقومت بکشن بیرون. بهش میگن چی؟ میگن شکنجه. امروز چند تا چیز یاد گرفتید؟ خیلی. یاد نگرفتی؟ شاگرد تنبلی هستی، تقصیر من نیست که. هر 3-4 ماهی هم یه بار امتحان میذاریم، میایم ازتون امتحان میگیریم، هر یه سالی هم گواهی نامه بهتون میدیم که آیا بیننده و شنونده خوبی بودید یا مردود شدی. خوش به حال اونایی که مردود میشن، دوباره میشینن همین مزخرفا رو باز گوش بدن. باز هم از اون خواهر عزیز و گلم ممنونم در دانمارک زیبا، و ازش خواهش میکنم کسی که بچه داره یه مقداری به فکر سلامتی خودتون باشید، یه مقداری به فکر بچه هاتون باشید. توی هواپیما دیدی میگه اگر یه اتفاقی افتاد و ما داریم میفتیم پایین یا اکسیژن اینجا کم شد، شما اول این ماسک اکسیژن رو روی دماغ خودت بذار، بعد روی دهان بچه ها. شما این ناراحتی، این عصبانیت، وقتی یه برنامه رو نگاه میکنی اینقدر عصبانی هستی،
قولت میدم بعد اگر دخترتون پسرتون با شما تماس بگیره شما اون عصبیات عصبانیت رو به اون منتقل میکنید. سوربی از حضور شما بفرمایید. مرسی آقای سوربی. براست من یه سوال دارم که شما این ساعت رو اجاره کردین یعنی در قبالش یه پولی دادین که یه ساعت برنامه اجرا میکنید؟ حالا من بهت میگم. مرسی. همین سوالت هست؟ بعد سوال دومم دارم آخه. نه گفتی یه سوال. ببین کلک نزن. اولا همون جوری که گفتم قرار شده امروز شما نظر بدی. باز همون جوری که گفتم قرار شده در هر برنامه بیش از یه بار زنگ نزنی. دلیلش چیه؟ صف دکون نونوایی ما هنوز میزنیم جلو، درسته؟ برای که خودمون رو بهتر از اون یکی میدونیم. من سالها پیش سال 2005 رفتم ایران، رفتم سر خاک داداش. میدونید قبرسون یه جای منطقه نزدیک شیشه‌گری و اینها هست. بعد که داشتیم میومدیم گفتیم حالا که ما صبح زود بلند شدیم رفتیم اینجا یه نون و آشی هم بخوریم. نون سنگک میدونی که تو ایران که هستی این فیلم ها نشون میدادن استیک و املت و فلان، میگفتی آه. اینجا که میای طرف یه فیلمی میذاره دارن آبگوشت میکوبن میگه آه. این آدم من نمیدونم چه موجودیه. رفتیم تو صف وایسادیم مثل آدم. این فامیلمون دوستامون گفتن آقا بذار ما بریم نون بگیریم. گفتم نه خوشم میاد همین تو صفم وایسم، چون هرچی باشه من بچه که بودم رفتم تو صف نون سنگکی اون نونوای اینجوری این نون سنگک پشتش ریگا میچسبید. اینو که زد من با زیر پیرنی بودم افتاد تو یقه من رفت اینجا گیر کرد به شکمم سوخت. بوی گوشت خودم رو فهمیدم. هنوز اینجای من جای سوختگی سنگ نون سنگک هست. و تا بچه بودیم ما از نون سنگک بدمون میمد، چون نون سنگک رو اولا بیشتر کارگرا میخوردن، ارزون ترین نون بود، افراد فقیر میخوردن و اون نونای لواش و تافتون و مشدی و بربری و تیتیش مامانیا چیز بود. حالا ما که رفتیم وایسادیم دیدیم نوشته صف این ور خانما بودن این ور آقایون بود، دیدیم نوشته صف اونایی که یه نون میخوان، صف خانم ها، صف آقایان. ما هم تا اونجایی که فکر کردیم آقا هستیم وایسادیم صف آقایان. دیدیم یه آقای اومد که اسمش هم رشید بود. من آدم گنده ای نیستم، قد بلندی نیستم، ولی اینقدر من بود. آها، پا ما وایساد دادیم یه اتوبوس واحد که داشت میرفت قبرستون آمد وایساد، شاگردش دوید داخل گفت مثلا شاطر حسین نون حاضره، اونم دو تا نون بهش داد و به همه گفت که ببخشید اینا اتوبوسن نمیتونن تو صف وایسن. قبول داریم. بعدیش یه خانمی از اون ور گفت که شاطر حسین من بچه هم باید نمیدونم برن سر کار، یا حالا بچه هم بیدار میشن میترسن من نیستم نون ما رو بده. گفت خانم بی نوبت که من نمیتونم به تو نون بدم، اگه بی نوبت به شما نون بدم همین خانمای پشت سرت همین آقایون همین بچه ها شکایت میکنن. شاطر حسین عادل. دیدید ما مثلا میگیم انوشیروان عادل، بعد ببینید چه گندی زده به تاریخ. نادرشاه افشار چه کارایی کرده، همش دروغ. شاطر حسین عادل گفت ما که نمیتونیم عدل رو رعایت نکنیم. کم کم به آخر برنامه دارم میرسم، ولی من برنامه رو ادامه میدم و حدود 90 دقیقه، حالا امیدوارم که آقا این آقای رشید آمد وایستاد این بغل ما، ما آخرین نفر بودیم. دیدم هی بغل ما که وایستاده دلش نمیاد پشت سر ما باشه. ما هم گفتیم ای خدا لعنتت کنه سوربی، اینقدر پهن شده که دیگه هیچ کس از پشت سر تو نمیتونه جلو رو ببینه. حالا میاد این ور. دیدید تو سینما ها نفر جلوی که نشسته نفر بعدی صندلیش اینجوریه که از وسط دوتا سر ببینه. برید صندلی ها رو رعایت دقت کنید. دیدیم نه این آقا رشید مثل که تو این صفحه اصلا اشتباهی وایستاده، شاید یه نون میخواد، رفت تو صفحه یه نونی ها. بعد دیدم نه این آقا رشید اومد جلو من. من یه نگاهش کردم گفتم داداش من با این هیکلم شما نمیبینی؟ گفت چرا میبینم. سوربی هستم بفرمایید. خب این شماره تلفن دیروز هم زنگ زد و شاید میخواد مسیج بذاره، لطف کنید بعدا زنگ بزنید، دیگه جواب نمیدم مسیج بیه. بله. بعد گفت که چرا دیدم. ما گفتیم خب حالا ببینیم بعدش چی میشه. سوربی هستم بفرمایید.
الو سلام. سلام عزیزم. الو سلام. اگه تو صبح تو بگی سلام، منم هی بگم سلام عزیزم که به جایی نمیرسیم. شما میگی سلام، منم میگم سلام، بعدش که دیگه دوباره نمیگی سلام، بعدش میگی من تماس گرفتم نظرمو بگم. یاد بگیریم 20 سال این تلویزیون ها داره میره اینا. برگردیم بذارید من این دیگه 56 دقیقه مونده من تلفن قطع کنم و بریم سراغ بس. نشون دادیم فعلا ما از تلفن نمیتونیم استفاده کنیم، نمیتونیم. اگه مجری برنامه میخواد آب نباتشو بخوره و خفه بشه ما حرف بزنیم، ما هنوز بلد نیستیم حرف بزنیم. 416 لطف کن پیام بذار. بفرما من زدم که بری رو پیام. اوکی. این آقای رشید که همچین رشیدی هم نبود یه دفعه صدا زد گفت که شاطر حسین نون من آماده است. اینجا تو رستوران ها شما وقتی میخوای بری زنگ میزنی از قبل بلد جا تو میگیرن، نه رزرو نه ها، میگن کال این ادوانس هم چیزی، کال اهد، کال اهد. شاطر حسین هم از اونجا گفت که آقا رشید الان بلد درست میکنم. دیدم آقا دو تا نون درست کرد، اگه برای دیگران یه دقیقه وقت میذاشت برای این آقا رشید که رشیدم نبود 5 دقیقه وقت گذار، اینجوری خشخاش بریز، نمیدونم سیادونه بریز، کنجد بریز، این دو تا نون رو بعد آورد گذاشت اون کنار، نون همه رو پرت میکرد اینجا ملت خودشون تمیز کنن، این نون رو اونجا آویزون کرد، یه میخای دارن زد بهش، سنگاش هم خودش انداخت، یه وقت خدایی نکرده سنگ نره زیر دندون این آقای رشید نازنین دندونش بشکنه. بعدم با یه لنگی که تنم معتاد بود، با یه لنگی که عربش پاک میکرد سیگار میکشید و اینا، این نونا رو گرفت اینجوری آورد گفت آقا رشید خدمت شما. بنده دوتا نونی گرفتم گفتم آقا صبر کن. حالا اون موقع آدم نمیدونه فارسی داره حرف میزنه انگلیسی حرف میزنه چون عصبانی میشه. گفتم آقا صبر کن شما من اینجا میبینی؟ شاطره گفت بله. گفتم من زودتر از ایشون آمدم. این بچه ها رو میبینی؟ اینا همشون زودتر از من اومدن. این خانم ها رو میبینی؟ همه اینا زودتر از من اومدن. این آقا بعد از من اومده و من نمیذارم نون ما رو بدی به اینا. شاطره موند. آقای رشید پر رو بی ناموس عوضی آقا من صبح اومدم قروق کردم. گفتم قروق اون وقتا دزدار راهزنا قروق میکردن جاده رو، قروق یعنی چی؟ گفت که یعنی اومدم سپردم. گفتم امروز صبح شما اومدی؟ گفت بله. منم پر رو مجری تلویزیون کیا؟ من که از تو نمیخورم. گفتم آها چه خوب شد گفتی، من دیشب آمدم به شاطر حسین گفتم من فردا میام دوتا نون میگیرم، پس شما بازم با پشت سر من وایسی. حالا ما یه بیچاره این دوتا نون رو گرفتیم دستمون، به اون خانمه که نفر اول بود و صدا زد که شاطر حسین به من نون بده، گفت اگه دوید نون بدم اینایی که جلو تا هستن چی میشن؟ گفتم نونه رو گذاشتم رو ترازو، کپای ترازو دیدید دوتا نون رو اینجوری خوابوندم رو ترازو. گفتم خواهر جون، خواهر جون که نگفتم، گفتم خانم این نونا خدمت شما چند رو میخواد؟ زن حسابی گفت من که نون آقا رشید بر نمیدارم. یعنی همه از این موجود میترسیدن. به بچه ها گفتم، گفتم شما که تو این صف وایسادید آقا شما یه نون میخوای، نفر اول هم هستی، یه نونش تو برده یه نونش اون. اونا هم گفتن نه ما نون آقا رشید بر نمیداریم. من گفتم خب شما اگه میخواین این بزنه تو صف و من دارم حالا امکانو بهتون میدم که شما رو نوبت خودتون نون به این خوبی رو بردارید بر نمیدارید، ببخشید من نونم رو دست این نمیدم. دوتا نون رو برداشتم، بلدم نبودم، به طرف گفتم چنه، گفت اینقدر یه مشت پول ریختم تو ترازو، آمدم رفتم جاتون خالی. رفتیم فلکه خاتون که شیرازی ها میگن فلکه خاتون، رفتیم یک آش کاسه آشی هم خریدیم و رفتیم نشستیم پارک ولیعه که اون وقتا توی جوباش من شنا میکردم، حالا شده بود پارک ولیعه، نشستیم خوردیم. بعد از این ماجرا به همسرم گفتم من دیگه ایران نمیام، مهم نیست که آخوند باشه یا شاه باشه، من در دوره شاه بچه بودم، جوان بودم، همین اوضاع بود، حق ما رو حمام عمومی میرفتیم نوبتمون رعایت نمیکردن، نونوایی میرفتیم نوبتمون رعایت نمیکردن،
این خمینی و اسلام دروغیش اومده نوبتون رعایت نمی کنن. آقا خانم به نظر میاد که اشکال از ماست. شما چی فکر میکنی؟ ببین تاپیک برنامه آینده هم الان برات گفتم. به نظر شما دوستانی که میگن خلایق آنچه لایق بود دادند و هر ملتی لیاقت همون حکومتی رو داره که برش داره حکومت میکنه، درسته یا این یه چیز غلطیه که دیکتاتورها حاکمین دروغگو این رو رایج کردن تا من شما ازش استفاده کنیم؟ من براتون کتاب ضرب المثل میارم که یه ضرب المثل یه چیزی رو میگه، یه ضرب المثل دیگه درست برعکس این میگه. اوکی؟ داریم دیگه. مثلا میگه کمال همنشین در من اثر کرد، بعد اون یکی میگه پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد، اون یکی میگه تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. از یه طرف میگه که شما همنشینات درت اثر میکنه، از یه طرف میگه نه آقا این مال بشه نیست، پس نمیخونه با هم. خیلی از این ضرب المثل ها داریم که ضد و نقیض هستن و همه اینا رو ما به جای خودش استفاده میکنیم تا بتونیم هدفمون رو چیکار کنیم، به شما غالب کنیم. من چون بهتون گفتم من نظر خودم رو میگم، من چون خودم یکی از اونایی بودم، شما برید بزنید توی نمیدونم روزنامه ایرانیان برید بزنید، فکر کنم واشنگتن پست هم نوشته بود یه دفعه، درست یادم نیست، سال 2002 یا 2001، این آقای محمد صحت بود، دستندرکار تلویزیون و اینها، یه شخص چیزی هست خیلی با فکر و با مرز و اینها، و این مثلا نوشته بود که برای اونا چون رفتن حساب فکر کنم از کپیتال و اینا بگیرن پول بگیرن اینا، هم ماجرای هخامخا بعدش پیدا شد اینا. بعد میگفت که سوربی the most بحث انگیز چی میشه الان یادم رفته، میگفت که این سوربی مجری تلویزیونی که بحث انگیزترین مجری تلویزیون به انگلیسی. چرا؟ من اون موقع هر چی تو مغزم بود تو دلم بود میگفتم، رعایت هیچ کس رو نمیکردم و خیلی ها من دوست داشتن، خیلی ها رو آزردم از خودم. حالا 13 سال 14 سال از اون موقع گذشته، من به این نتیجه رسیدم که آقا زور فوش هیچ کاری انجام نمیده، ولی شما مثل آب، مثل قطره بارون میتونید حتی توی دل سنگ به اون سختی تأثیر بذارید، اثر بذارید اگر با آرامش صحبت کنید. از اون دوست عزیزی که لطف میکنه، نه دیگه امروز زنگ نزن، امروز پیام بذارید، پیام بذارید، پیاماتون رو تو برنامه فردا پخش میکنم، فردا هم باهاتون هستم ساعت 1 بعد از ساعت 12 ظهر به وقت نیویورک، ولی پس فردا اینجا هم کریسمسه، اولا خودم برنامه ندارم، دوستان کانون آوا ساعت 12 برنامه دارن، این دوستان گاهی وقتا به صورت زنده برنامه اجرا میکنن، گاهی وقتا نوارشون رو از قبل ضبط میکنن میفرستن، اون موقع ساعت 12 اگر آمدید تلویزیون مردم ما داریم کانون آوا رو پخش میکنیم، اگر رفتید تلویزیون رنگارنگ شاید آقای داور یه برنامه بذاره تاپیکش هم این باشه، سوربی بله یا سوربی اخه، چقدر خوب میشه ها، مطمئنم همه زنگ میزنن ایهو بزن بکش، کام داون، کیو بزنیم کیو بکشیم، اینم مثل منه فقط حرفش با من فرق میکنه، اینم والا شیراز رو دوست داره، ایران رو دوست داره، تهران رو دوست داره، همه دنیا رو دوست داره. من و شما بارها گفتم اگه یه بچه‌ای یه جایی میخوره زمین داره گریه میکنه اول ازش نمیپرسیم اوکی where are you from، او ایران، به 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 کجای ایران، او تبریزی هستی، خب وایسا تا یه تبریزی بیاد بلندت کنه از رو زمین، نه مکزیکی باشه، نمیدونم آمریکایی باشه، آلمانی باشه، دستش رو میگیریم بلندش میکنیم، ازش میپرسیم are you alright، اوکی هستی، تورید نشده، مادرت کجاست، پدرت کجاست، میخوای تماس بگیرم باشون، اینجوری باشیم با هم. ولی من آمدم اینجا نمیخوام چیکار کنم، دسیسه کردن، سوربی بیاد اینجا دنباله اون دسیسه، آقای مصطفی زاده هم بیاد اینجا بگه من خودم لاتم،
بابا بنده خدا توضیح داد، گفت اگر حرف حقیقت گفتن اسمش شده لات بودن، من هم لاتم. دقت نمی کنیم. چرا؟ عصبانی هستیم. معروفه میگن وقتی شما عصبانی میشی دلت از اون دیگری فاصله میگیره، به همین خاطر داد میزنی و با وجودی که داد میزنی اون صدات رو نمیشنوه. ولی وقتی عاشق هم دیگه میشید، نجوای عاشقی چرا اینقدر یواشه؟ درست حالا تو بغل هم هستیم و در گوش هم میگیم، ولی برای که دلمون به هم نزدیک شده، بیاین دلاتونو با هم نزدیک کنید. اگر مخالفم هستید، شما با دوستی، با مهربانی، با منطق صحبت کن که من این حرف شما رو بیام اینجا استناد کنم، بگم این خانم عجب حرف قشنگی زد، گفت یه چیز درست گفته، اون طرف گفته زن و بچه مردم اینجا نشستن، نگفته زن و بچه من اینجا نشستن، و این زن و بچه مردم قشنگ گفتی خانم. ممنونم باز هم از اون خانم لاله‌زار یا گلزار، هر کی، ممنونم که گفت سوربی رو من سالهاست میشناسم، خوب حرف میزنه فلان و اینها. من شاید این حرف زدن از اون دبیری معلمی اومده، شایدم این رو بدهکارم به داداشام، چون اونا بزرگتر از من بودن، همیشه تو سر من میزدن، نمیذاشتن حرف بزنم. وقتی آمدم آمریکا یه فرصتی پیش آمد، اول شروع کردم داد زدن، اول شروع کردم فوش دادن، اول شروع کردم اینو اون رو خدایش نه، من هیچ وقت کسی رو متهم نمی کنم، چون میدونم اگر من شما رو متهم کنم که این دسیسه است، تا این خانم میاد اینجا یا این آقا میاد اینجا، ولی این مأمور جمهوری اسلامیه، با داورم دوست شده که داور بهش اطمینان کنه فلان، هر یک نفری رو که ما متهم کنیم این مأمور جمهوری اسلامیه، آخونده میخنده، خوشحال میشه. چرا؟ تا چند سال پیش وزیر اطلاعات میگفت که از هر 3 نفر ایرانی که در خارج هستن، یکیشون فکر میکنه اون دوتا مأموره، این یکی فکر میکنه اون دوتا مأموره، این یکی هم فکر میکنه این دوتا مأموره، این یکی هم فکر میکنه این دوتا مأموره، از هر 3 نفر یکی فکر میکنه اون دوتای دیگه مأموره. خب 2-3 سال گذشت، در دوران احمدی نژاد آمدن گفتن ما بسیار خوشحالیم، الان ایرانی های خارج از ایران از هر 3 نفر 2 نفرشون فکر میکنن اون یکی مأمور جمهوری اسلامیه، یعنی این دوتا فکر میکنن این مأمور جمهوری اسلامیه، این دوتا فکر میکنن این مأمور جمهوری اسلامیه، بعدش میشه این دوتا فکر میکنن این مأمور جمهوری اسلامیه. حالا بهتون تبریک بگم، یا اون ضرب المثل خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم، اون رو بگم. امروز وزارت اطلاعات شادی میکنه، خوشحالی میکنه که آقا این سوربی رو که ما هیچ وقت پیشنهاد ندادن که ببینیم چند بهمون پول میدن، این سوربی رو که ما نتونستیم بخریم، این داوری که ما نتونستیم بخریم، امروز هر 3 نفر ایرانی 3 تاشون فکر میکنن اون دوتای دیگه مأمور جمهوری اسلامی هستن. بهتون تبریک میگم. چرا؟ توی مهمونی نشستیم، سوربی که نبوده، یه نفر گفت آه سوربی رو میگی بابا این پدر سوخته که اصلا مأمور جمهوری اسلامیه. هیچ کدوم از ما با وجدانا نیومدیم بگیم آقا چرا؟ برای اینکه تو شاه اللهی هستی و سوربی گفته منم شاه اللهی بودم، منم تو آلمان دویدم برای آقای رضا پهلوی، همچین که رسیدم اینجا دیدم آواز دهل شنیدن از دور خوش است، همچین که رسیدم اینجا دیدم این شاه عمش رو برده دادگاه، عمش اینو برده دادگاه، این آقای احمدعلی مسعود انصاری رو برده دادگاه، نمیدونم برادرش اون یکی رو حامله کرده، اون رفته دنبال بچه‌ش، اینا دیدم اصلا اینا به فکر ایران نیستن، حق دارم تصمیمم عوض بشه؟ آقا تصمیمم عوض شده به همین سادگی. حالا این شد مأمور جمهوری اسلامی، خب این شد مأمور جمهوری اسلامی، نشسته تو تلویزیون که چه چیزی رو بگه، برای چه چیزی به این پول میدن؟ خداییش بهتون میگم اگه برای این کاری که من میکنم آخوندا به من پول بدن، شما همه تون نمیرید تو صف وایسید بگید آقا این که ما بهتر از این میتونیم انجام بدیم؟ پس نکنید، بذارید همه بیان حرفشونو بزنن، بذارید سوربی بیاد براتون بگه بابا من روز اولی که رفتم مدرسه اون بالا نوشته بود به نام خدا،
اون زیرش نوشته بود توانا بود هر کی دانا بود. صفحه اول که ورق زدیم عکس شاه بود. ما عکسای شاه رو عکس بابامون والا بابام عکس نداشت تو خونه، ولی عکس شاه تو همه کتابامون بود. همه شاه پرست بودیم. شاه خودش ظلم کرد به خودش، فرح ظلم کرد به شاه. فرح آمد اون دفتر فرح رو باز کرد و گند زد به سیستم پادشاهی. حالا دوست نازنین من که شما سلطنت طلب هستی، سلطنتی که دیگه چیزی نیست، رفتی طلبتو گرفتی از ایران، سلطنتم گورو پدرش. من چون با شما مخالفم، من جمهوری اسلامی هم، ولی تویی که میری حقوقتو از ایران میگیری، تویی که خونتو دادی اجاره تو ایران، هنوز داری حقوق بازنشستگی میگیری، اجاره خونتم میگیری، شما آزادی خواه هستید؟ یه مقداری بیشتر فکر کنید. ممنونم تا حالا 4 تا 5 تا 6 تا پیام گذاشتن. امیدوارم پیاماتون هم اینجوری نباشه وقتی که تلفنه یک ساعت توضیح میده که از تماس شما با تلویزیون مردم متشکرم، لطفاً پیام بگذارید، در صورت نیاز حتما با شما تماس میگیریم. بعد شما میگید الو آقای سربی، الو آقای سربی، خدا خندم میگیره، ولی اون خنده همون خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. میگم ببین این دوستان ما توی قرن 21 هنوز پیامگیر بلد نیستن پیغام بذارن. سلام پیشکشتون، آقای سربی پیشکشتون. من زنگ زدم نظرم برنامه امروز شما رو تماشا کردم، زنگ زدم نظرم رو درباره این بگم، یا اصلا همه اینا رو ول کن. من میخواستم نظرم رو درباره اون آخوند باحال بگم. این آخوند اصلا هم بیحال نیست. این پدر سوختن دستش توی همون سفره اونهاست و سرش توی همون آخر اونهاست، و الا اگر این درست میگه تا حالا این رو گرفته بودن انداختن زندان بقیر اون آقای کیه؟ مجتهدیه کیه زندانه؟ یه برنامه دیگه من میام از تون راجب آقای نوریزاد سوال میکنم. تیمور عزیز، آخه این چه مملکتیه که نوریزاد اینجوری حرف میزنه، از بالا تا پایینشو فوش میده و تهدید میکنه، هیچ کارش نمیکنن. یه بچه بیچارهی میاد یه حرفی میزنه میگیرن میبرن زندان، تجاوز بهش میکنن، اعدامش میکنن، بعدم نمیخونم جنازهش هم تحویل پدر مادرش نمیدن. این نمیخونه این آقای نوریزاد، این وسط یه چیز عجیب و غریبی شده. خب بله، مرسی مرسی دوستان عزیز، اجازه بدید که من ساعت 1:15 ازتون خداحافظی کنم و فردا با اتون هستم برای روز جمعه با آقای داور به اصطلاح هماهنگ میکنم و به شما خبر میدیم. همونجوری که گفتم جمعه ها من اصلا یادم نبود ساعت 12 ظهر ما برنامه کانون آوا رو پخش میکنیم و این جمعه مخصوصا کریسمسه، اصلا بذاریم یه نفسی بکشید شما، گاهی وقتی شما رو آزاد بذاریم برید یه نفسی بکشید. اینم از این، و بریم یه سری آهنگای چیز براتون بذاریم. نه نخوندم اصلا، والا بلا این شما پوشه من اگه ببینید گریتون میگیره، راجب عزیز نسین، راجب نوروان شاد، راجب باور نکردنیست، اما این نتیجه برگماردن حسین اوباما جهت اجرای طرح رضالت فوق بشری هست. اینا هم که خیلی اصرار میکنن هی به اوباما بگن حسین اوباما، خبر ندارن بابا حسین یه اسمیه. نمیدونم، شاید بعضی از این مسیحی ها و اینا این اسما رو داشته باشن، و از کی شروع شده هر دینی اسم خودش رو داشته باشه یا هر مملکتی اسم خودش رو داشته باشه؟ مثلا این جیزس، عیسی مسیح یا حضرت عیسی، خب این که اون موقع کلینی بوده ولی اسمش عیسی بوده، حالا فقط مسیحی ها عوض اسم میذاره. 1:14 است. من همینجا از شماها خداحافظی میکنم، از یکایکتون ممنونم که ما رو به خونه های خودتون راه میدید. حالا پرمهر و محبتش اون شما هستید که ما که نمیتونیم ببینیم، البته به زودی یه تلفن ها و یه دستگاه میاد که ما از این دیگه میتونیم حس کنیم که خونتون پرمهر و محبت هست یا نیست. چرا؟ اون رو هم میتونید نشون بدید وقتی تماس میگیرید. اصلا این از مهر و محبت، خشم، دشمنی از صحبت های ما معلوم میشه. والا الان این تلفن ها دست میذاری نبضتو میگیری، دست میذاری بلاد پرشرتو میگیری، دست میذاری بهت میگه عصبانی هستی برو یه کمی آب گرم و آب لیمو بخور.
یکی زنگ زد گفت کجا بودی؟ گفتم گلوم درد میکنه، رفتم آب گرم و عسل و آب لیمو. البته آب لیمو ها که آب لیمو نیست، خدا میدونه چه اسیدی بهمون میدن، ولی هرچیه شاید همون قدرت تلقین خوبمون میکنه. تا حالا سه بار ازتون خداحافظی کردم، هنوزم دارم حرف میزنم. این برنامه رو اگه در بازپخش میبینید از تلویزیون رنگارنگ، اگه در آرشیو ما میبینید، هر کجا میبینید، شما میتونید زنگ بزنید، پیام بذارید، پیاماتونو پخش کنم. یادتون نره، استرس نداشته باشید، خیلی راحت سعی کنید با هم یه مقداری آروم باشین. چی دارم براتون اینجا؟ چیزی ندارم. چی کار کنم یادم رفته، میخواستم یه سری نوار براتون بذارم. خب همینجوری خدافظ، یه چند لحظه نگاه میکنم تا دوستان تو تلویزیون رنگارنگ بتونن قطع کنن، عوض کنن یا کردن. روز روزگار بر شما عزیزان خوش.